به نام خدا، حمیدرضا نعمت‌اللهی هستم، مدرس آکاردئون، قدم هفتم از دوره سوم شناخت میزان‌های ترکیبی. خب در اینجا می‌پردازیم به فیگورهای مختلف میزان 6 هشتم. از این جهت که کاربرد بیشتری در موسیقی ایرانی داره، من فیگورهای رایج میزان 6 هشتم رو به شما معرفی میکنم و میزانهای دیگر هم، در واقع میزانهای دیگر ترکیبی رو هم، اگر دوستانی که علاقه من هستم میتونم با دقت بیشتری در جابجایی اشکال نوت ها در فیگور هر ریتم میتونن به اونها دست پیدا بکنن. خب اولین میزانی که در واقع اولین فیگوری که در میزان 6 هشتم در سرعت‌های پایین استفاده میشه، در دو شکل بهتون نشون میدم، در تمپوهای پایین و در تمپوهای بالا که بیشتر کاربرد داره و رایج هست. از تمپوهای پایین شروع میکنیم. بیشترین فیگوری که رایج هست، در واقع میدونید که میزان 6 هشتم از میزان ترکیبی که از میزان ساده 2 چهارم به دست اومده، اینها رو در پست قبلی براتون توضیح دادم و در واقع هر ضربه شما میشه یک سیاه نقطه دار، یعنی 6 تا چنگ در هر میزان داری. خب اگر بخوایم که این فیگور رو دقیق بهتون معرفی بکنم، به این شکل هست که در ضرب اول که یک سیاه نقطه دار هست، یک چنگ و 4 تا دورا چنگ داری و در ضرب دوم یک چنگ و یک سیاه داری، به این شکل هست. یک دو سه چهار پنج شش، یک دو سه چهار پنج شش. خب حالا میتونیم با جابجایی اشکال همین فیگور باز به فیگورهای جدیدتری برسیم. این کار رو عرض کردم، شما میتونید در اشکال مختلف انجام بدید و فیگورهای جدید دیگه‌ای که حالا خودتون دوست دارید رو به دست بیارید. ولی خب اینها ریتمایی هست، فیگورهایی هست که خیلی رایجه در میزان 6 هشتم. خب حالا میتونیم مثلا به جای اینکه در ضرب دوم که در واقع یک چنگ و یک سیاه داریم، میتونیم در واقع دو تا چنگ بزنیم و در واقع چنگ آخر رو از کنچباس دبل استفاده بکنید یا سکوت بدیم. هم سکوت زیباست، هم میتونید به جای سکوت از دبل باس دوم استفاده بکنید، باس دوم استفاده بکنید. به این شکل خواهد شد. مثلا من در میزان بعدی باز به همون شکل فیگور اول استفاده میکنم برای تنوع، ولی در میزان اول میام در واقع ضرب دوم رو چنگ چنگ و چنگ سه تا چنگ هست و چنگ سوم رو میام کنچ باس میزنم به این ترتیب. در میزان دوم ملاحظه فرمودید که در ضرب دوم همون چنگ و سیاه هست. خب این یکی از کارهاست که میتونیم بکنیم و باز مثلا میتونیم که در همین میزان بیایم تغییر دیگه ایجاد بکنیم. مثلا میتونیم به این شکل بزنیم، یعنی مثلا میتونیم به جای اینکه در ضرب اول چنگ و 4 تا دور چنگ داریم، بیایم و در واقع شکلش رو تغییر بدیم به این شکل. سیاه رو در واقع به جای اینکه ما چنگ بزنیم، میایم بهش اضافه میکنیم دیگه، یعنی در میزان اول که مجموعاً یک سیاه نقطه دار هست، ما چند تا ضرب داریم اینجا، چند تا ضرب مشاهده میکنیم، در واقع یه باس و دو تا کورد میزنم. خب پس شکلش به این ترتیب خواهد بود که شما اونجا به اینجا به جای اینکه در واقع سیاهتون چنگ باشه و در واقع در ضربهای بعدی در اون 4 تا دور چنگ میایید، در واقع یک دور چنگ دیگر رو به سیاه به چنگ اولتون اضافه میکنیم و در واقع میشه چنگ نقطه دار و دو تا دورا چنگ. و خب طبعا ضرب بعدی هم که همون چنگ و سیاه هست، یا میتونید چنگ چنگ بزنید و چنگ سوم رو سکوت بدید.
این الان چنگ آخر سکوت در واقع هست. بعد به جای اون، به جای سکوت باز میتونی از کنچ باس استفاده کنی. سکوت ندید و به جای سکوت کنچ باس بزنید به این شکل. دیگه هست دیگه توی این ریتم های اسلو با سرعت پایین میتونید در واقع میتونید اینو بزنید. اینم خیلی رایجه، مثلا سه تا چنگ هست و در ضرب دوم باز به همین شکل یک چنگ و یا یک سیاه، یا مثلا میتونید سیاه رو یک سکوت در واقع نصفش بکنید و یک چنگ بزنید، یک سکوت در آخر بزنید، به جای اون باز کنچ باز بزنید به همشه که فیگورش این خواهد شد. الان ضرب آخر سکوت پیدا کرد، چنگ آخر در ضرب دوم. حالا باز به جای اون سکوت میتونم کنچ باز بزنم به این شکل. استفاده کنید. این هم یه فیگور دیگه هست در ریتم های اسلو. دیگه چیزی به حضور در واقع شما بخوام عرض بکنم در ریتم های اسلو، آها، چیزی که خیلی مهم هست در واقع شکل سکوت دارش هست که این رو خیلی از هنرجوها میپرسن، منتها این در ریتم های اسلو نیست، در واقع با سرعت بالاتر هست و اون به این شکل هست که خیلی دچار این اشتباه میشن که فکر میکنن که این در واقع سه ضربی هست، مثلا سه چهارم هست یا سه دوم یا هر چی. فکر میکنن غالب سه ضربیه به خاطر اینکه چپو دارن میبینن مثلا یه باس دو تا کورد داره میزنه. همون اشتباه رو که در میزان در واقع دو چهارم چهار چهارم عرض کردم در پست قبلی، اینجا هم باز همین اشتباه رو خیلی هم میکنن به خاطر اینکه شناخت کامل نسبت به ریتم ندارن. این رو هم براتون توضیح میدم. مثلا شما اکثر قطعات 6 و 8 رو میتونید در واقع با این شکل دارید میبینید که خیلی اجرا میکنم، ولی اون سه ضربی نیست، اون در از 6 هشتم هست که حالا من دقیق براتون توضیح میدم. مثلا فرض کنید که حالا من توی مثال براتون نشون میدم که کاملا متوجه بشید. فرض کنید که آنگر به این شکل قطعه 6 هشتم هست، ولی الان چپو دارید شما میبینید که من دارم ظاهرا مثلا یه باس و دو تا کورد شبیه قالب سه ضربی هست مثلا، ولی این در اصل شکلش این هست، یعنی در واقع ما 6 تا چنگ داریم به این ترتیب هست. ببین با همین تمپو من اگه بخوام بزنم منطقه ما اومدیم برای زیبا تر شدن چیکار کردیم؟ باز اومدیم از سکوت ها استفاده کردیم. سکوت ها هم در شکل گرفتن فیگور ها بسیار نقش دارن و به این ترتیب که در واقع اومدیم در ضرب اول که یک سیاه نقطه دار هست و در ضرب دوم میدید که از قالب دو ضربی به دست اومده، یعنی ما در قالب دو ضربی در میزان 6 هشتم در هر ضرب به جای که یک سیاه باشه یک سیاه نقطه دار هست. خب یعنی در ضرب اول که یک سیاه نقطه دار داریم که سه تا چنگ هست که به این شکل بود که من براتون اجرا کردم، یک دو سه چهار پنج شش، اینم ضرب دوم میزنم. حالا ما میایم در واقع باسمون که ضرب اول هست اون رو میزنیم، ضرب یکمون رو، ولی ضرب دو رو سکوت میدیم، ضرب سه رو کورد میزنیم، ضرب چهار رو سکوت میدیم، ضرب پنج رو دوباره کورد یا آکورد میزنیم و ضرب شش هم تبدیل به سکوت میشه که این شکل به دست میاد. در واقع ببینید مثلا میشه 1 2 3 4 5 6. حالا من 1 2 رو سکوت میدم، 3 رو میدم، 1 2 3 4 5 6 به این شکل میشه 1 2 3 4 5 6.
واسه همین شما فکر میکنید که این سه ضربه ولی در اصل آره شش هشتم هست. ببینید 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 در واقع این هم یه ریتم یه فیگور خیلی رایج در میزان 6 هشتم در ریتم 6 هشتم هست که اکثر موزیسین ها استفاده میکنن که آنالیزش کردیم و متوجه شدیم که به چه ترتیب هست. حالا باز همین رو در قطعات اصیل ایرونی قطعاتی که حالا خیلی کاربرد دارن اونجا هم استفاده میشه منتها با یک تفاوت جزئی و اون این که در واقع ما میایم و مثلا اینجا که داریم چنگ میزنیم میایم سکوت در واقع نصف سکوت نصف ضرب دوم رو نصف چنگ دوم رو به چنگ اولی اضافه میکنیم. یعنی در واقع شکل فیگور ریتم شما به این صورت خواهد شد که در ضرب اول دارید چنگ نقطه دار چنگ نقطه دار دولا چنگ 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 نقطه دار دولا چنگ چنگ و در ضرب دومتون هم که باز مثلا میتونید داشته باشید چنگ سیاه یا باز سکوت بدید به همون اشکالی که خدمتون عرض کردم. مثلا در مثال بخوام خدمتون عرض بکنم مثلا به این شکل خواهد شد. ببینید به این ترتیب هست. یعنی چون دولا چنگی خیلی ولی خودش رو کاملا نشون میده در میزان‌های ضربی به خصوص ملودی‌های ضربی ایرانی که خیلی رایج هست و استفاده میشه اون رو باید خیلی دقت بکنید در انجام در واقع ریتم چپتون که اون حالت اصطلاحاً غیردار ملودی ایرانی رو در واقع تداعی بکنه و برسونید به شنوند. اون خیلی مهم هست و این در واقع فیگوریه که خیلی در موسیقی ایرانی استفاده میشه. چنگ نقطه دار دولا چنگ چنگ در میزان 6 هشتم و خب حالا ضرب بعدی را میتونید باز به همون اشکال سکوت بدید یا مثلا چنگ سیاه باشه یا باز بجش کنید باز استفاده کنید به این شکل هست. حالا باز در ریتم های در واقع 6 و 8 که تمپوی مداری باز بالاتر هست شما میتونید از در واقع فیگورهای دیگه استفاده بکنید. مثلا همچین فیگوری هم که خیلی کاربرد داره میتونید استفاده کنید. مثلا این هم هست. مثلا این دم دم در واقع ضرب اولتون یک سیاه هست. ببینید 1 2 3 4 5 6 دم دا پس میشه سیاه چنگ دم دا 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 ضرب دومتون سه تا چنگ هست دم دا با 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 دم 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 دا. باز میتونید در میزان بعدی باز همون ضرب دوم رو مثلا چنگ و سیاه بذارید یا چنگ چنگ یا سکوت بدید یا باز از کنجباس استفاده کنید زیباتر میشه. زیادی داره. اینها چیزایی بود که به ذهن من رسید که خیلی رایج هست در موسیقی ایرانی. میزانهای دیگه هم کاربرد دارن. اونها را هم شما میتونید با جابجایی اشکال نوت‌ها در فیگورهای مختلف خیلی راحت به دست بیارید. امیدوارم که این جلسه هم مفید واقع شده باشه برای شما عزیزان.